عالم هوشمنده و هوشمندی عالم دست کمی از گوشی های موبایل ما نداره همه شمایی که الان در پیج راه خردمند با من هستید حتما یه آشنایی کوچولو با اینستاگرام دارین همونجور که وقتی گوشیتون رو میگیرید تو دستتون و اینستاگرامتون رو روشن میکنید بسته به این که یه پیج میاد شما تو اون پیج مثلا پیج آشپزی میمونید نگاه میکنید تا آخر که چجوری داره دستور میده که مثلا این خوراش رو درست کنید این کباب رو درست کنید این پیتزا رو درست میمونید جالبه که بدونید چند تا پیج بعدی بازم براتون آشپزی میاره اینستاگرام اینستاگرام پوشمنده من فالوئر پیجش رو میدونه کل صفحش رو میدونه که این زائقش آشپزیه موسیقیه بافتنیه کتابه زبان انگلیسی رقص من تو کدوم صفحه ها وقت بیشتری میذارم میمونم کدوم صفحه ها رو لایک میکنم کدوم صفحه ها رو فوروارد میکنم برای دوستان میفرستم کدوم صفحه ها رو کامنت میذارم هرچقدر که من درگیریم با یه صفحه بیشتر باشه اون صفحه و صفحه های مشابه اون تو اینستاگرام بیشتر برای من میاد که وقتی تو اکسپلور میرم از اون جنس صفحات برام میاد عالم بیشتر از این برنامه هوشمنده میگه شما بیشتر اوقات ذهنت رو چه موضوعاتی تمرکز میکنه فکر میکنه درباره چه موضوعاتی حرف میزنه لایک میکنه تحسین میکنه کیا رو تحسین میکنید کیا رو تایید میکنید بابت کیا دچار هیجانات، خاصی میشید از اون جنس آدما و از اون جنس موقعیت ها تو زندگی شما هم پیش میاد که تو اون مسیر قرار بگیرید یعنی عالم کمی از یک برنامه به نام اینستاگرام نداره هوشمندانه بر حسب زائقه و انتخاب ها و تصمیم های کوچیک ما در طی شبانه روز ما رو جهت میده در مسیرهای خاصی ما طی شبانه روز بیشتر اوقات میشینیم به مشکلاتمون فکر میکنیم خودمون رو ناراحت میکنیم به اخبار دردآور توجه بیشتری داریم خودمون رو بابت اونا درگیر میکنیم اعتیاد به چه احساسهایی داریم کلاممون بیشتر با سرزنش جور در میاد یا با تحسین کردن این آدم بر حسب تصمیم لحظه به لحظهش داره سناریوی آتی و فرصتهایی رو که جذب میکنه انتخاب میکنه ما تصمیم گیرنده و انتخابگر شخصیت دلخواه و زندگی دلخواهمون هستیم اغلب اوقات مشکل اینه که خبر نداریم داریم تصمیم میگیریم همینجوری که اغلب اوقات وقتی صفحه اینستاگرام بازه خبر نداریم با هر تصمیم و موندن رو هر صفحه که یک تصمیمه داریم پیجای بعدی رو که اینستا برامون میاره ما داریم انتخاب میکنیم چی باشه حواستون باشه تصمیم گیری یک مهارت فوق العاده مهمه خیلی مهمه من دوره تصمیم گیری رو دارم برگزار میکنم اولین باره که این دوره به شکل بسیار جامع داره برگزار میشه و بعد میفهمید همه کارهایی که ما میکنیم تصمیم گیریه بذارید مثال بزنم شما وقتی که دارید برنامه ریزی میکنید برنامه روزانه و هفتگیتون رو میذارید دارید تصمیم میگیرید چه اقدامهایی رو انجام بدید پس برنامه ریزی یعنی تصمیم گیری حالا تو برنامه ریزیتون چجوری تصمیم گیرید بر چه مبنای تصمیم میگیرید چه کارهایی رو تو لیستتون قرار بدید شما وقتی هدف گذاری میکنید واسه ده سال آینده که من میخوام ده سال آینده صاحب همچین شرکتی باشم همچین مهارتهایی داشته باشم همچین ثروتی داشته باشم شما وقتی دارید اون هدف رو میذارید دارید تصمیم میگیرید که آیندهتون چگونه باشه چجوری این تصمیم از کجا میاد چجوری انتخاب کردید که اونا باشه از اونا مهمتر وقتی شما با یک مشکل روبرو میشید با یه موقعیت سخت که انتظارش رو ندارید مثلا یه دفعه بهتون میگن شما فردا پرواز دارید بهتون میگن تو کرونا داری باید استراحت کنی در اون لحظه چه تصمیم هایی میگیرید که چه اقدامهایی انجام بدید تصمیم شما از کجا میاد از تجربه قبلیتون از دوستتون که بهش خبر میدید الان دچار این شدم یعنی اون به شما میگه چیکار کن مشاور خاصی دارید که بهش اطمینان میکنید و متخصص قابلیت داره تصمیم گیری رو بلدید که تصمیم گیری مبناش اینه انتخابی که گزینه ای که تو تصمیم گیری ما در بین گزینه های مختلف یک یا دو گزینه ای رو انتخاب میکنیم و بقیه گزینه ها رو باید کنار بذاریم از بین گزینه‌ها چون من اصلا تو تصمیم گیری یه اتفاق خیلی مهم میفته انواع مختلف گزینا باید کنار برن یه گزینه بمونه که بهترین پیامدها رو برام داره یعنی اثرات مثبت بلند مدتش بیش از زیان هاشه چجوری پیداش کنیم از کجا پیداش کنیم؟ از کجا بدونیم این تصمیم تصمیم درستیه و خیلی اینو بلد نیستن و اگر دچار عواقب بدی بابت تصمیمشون بشن دنبال مقصر میگردن تقصیر این بود تقصیر اون بود که من این کارو کردم اگر نه من این کارو نمیکردم مقصر پیدا نکنید چون هیچ تأثیری روی حل اون اشتباهی که کردید نداره جبرانش هم نمیکنه مقصر پیدا کردن فقط مشکلات بعدی رو براتون پیش میاره یعنی شما رو ضعیفتر میکنه مهارت تصمیم گیری یعنی مهارت حل مشکل یعنی مهارت هدف یعنی مهارت برنامه ریزی. یعنی مهارت انتخاب یک گزینه از بین گزینه های مختلفی که منو وسوسه میکنه که با عدم تمرکز زندگی کنم و اگر بتونم تصمیم گیرنده خوبی باشم تمرکز بالایی و تعهد بالایی نسبت به تصمیمی که میدونم منو جلو میبره خواهم داشت یه چیز دیگه هم بگم تصمیم گیری یه چیز عمل به تصمیم گیری به تصمیمی که گرفتید مهمتره خیلی از آدما تصمیم میگیرن ولی عمل نمیکنن نمی عمل کنن زیر پا میذارن تفره میرن میگن باشه حالا بعدن چرا اصلا یکی از تفاوت های موفق و ناموفق اینه موفقه وقتی تصمیم درست رو میگیره شروع میکنه منتظر اول هفته نیست منتظر اول سال نیست همون موقع نصف شب هم باشه شروع میکنه بلند میشه و میره کار درست و استارتش رو میزنه چون میدونه که خواسته دیگه مسیر شروع شده و ناموفقه میگه خب حالا بازم باید روش فکر کنم حالا هنوز همه چیز رو بررسی نکردم و خیلی از اوقات همه این مشکلاتی که آدم‌ها دارن به خاطر ناتوانی در مهارت تصمیم گیریه. دوره تصمیم گیری رو حتما شرکت کنید. شرکت در دوره تصمیم گیری یک تصمیمه که میتونه زندگی شما رو در مسیر جدیدی قرار بده. من مطمئنم همه اونایی که این دوره رو میان و مصممن که خودشون رو تغییر بدن مصممن با کسب مهارت تصمیم گیری قابلیت های خودشون رو بالا ببرن و اعتماد به نفسشون بالا بره قطعا زندگیشون تغییر شگفتانگیزی خواهد داشت تغییرات شگفتانگیزی خواهد داشت تصمیم درست رو بگیرید و به موقع یعنی همین الان ثبت نام کنید من مطمئنم همه شما تشکر ویژه خواهید داشت انتهای دوره نه عواسط دوره که من چقدر نسبت به تصمیم گیری بی بودم و اگر شما والد هستید نقش پدری و مادری دارید حتما شرکت کنید چون پدر و مادری که تصمیم گیری رو بلده قادره به فرزندانش تصمیم گیری رو یاد بده و پدر و مادری که خودش نمیدونه بر چه مبنایی تو موقعیت های مختلف تصمیم گرفته کاری کنه نمیتونه تحلیل درستی برای بچه هاش داشته باشه امیدوارم قدرتمندانه رو مهارت‌های ضروری زندگی کار کنیم تا یه زندگی ایدئال رو بسازیم چون زندگی خوب ساختنیه نداشتنی و باید یاد بگیریم که اونو چگونه بسازیم موفق باشید به امید دیدار شما در دوره تصمیم گیری بالغانه دوره تصمیم گیری بالغانه شما رو میبینم خدا نگهدار